پشیمانی ندارم. نظر صریح تو درباره سعید امیری پرسیدم پدرم رو کشتن. اول آذر 1377، یه چند ساعتی گذشته از وقتی که ماموران وزارت اطلاعات پروانه و داریوش فروهر رو تو خونه‌شون میکشن با ضربات پی در پی چاقو. تعداد ضربه های چاقو تو گزارش های مختلف یه مقدار با هم فرق میکنه، از 11 ضربه چاقو به داریوش و 27 ضربه به پروانه تا 26 ضربه به داریوش و همین حدود به پروانه. یک سلاخی با بیرحمی فوق تصور. یکی از دوستان نزدیک خانوادگی فروهرها که میخواسته بره خونشون میگه رسیدم دم در خونه و هرچی در زدم کسی جواب نداد. برای اولین بار بود این اتفاق میافتاد که داریوش فروهر با کسی قرار داشته باشه و دم در منتظرش بذاره. خیلی با آقای فروهر نزدیک بودم، نگران شدم، گفتم به یکی از اون جوانهایی که اونجا بود برو در رو باز کن ببینیم کیست، چه خبره داخل. اون جوان از دیوار بالا آمد، در بزلندی هم داره اینجا، آمد در رو باز کرد، دیگه غروب شده بود دیگه تقریبا اونجا. من به اتفاق اون افرادی که اونجا بودن آمدیم به داخل و وقتی داخل ساختمان شدم آقای فروهر روی این صندلی در حالی که سینش خونالود بود افتاده بود و سر به عقب. بعد من از دوستان پرسیدم که پروانه کجاست؟ چند نفر رفتن به طبقه بالا آمدن گفتن پروانه را هم کشتند. داریوش فروهر 70 ساله بود که کشته شد. متولد اصفهان، توی خانواده‌ای که پدر افسر ارتش بود و آرمان‌های ملی داشت. شهریور 20 و اشغال ایران توسط متفقین. پسر داریوش و انگلیسی‌ها میگیرن میفرستنش اردوگاه و اسرای جنگی. پدر داریوش فروهر رو میگیرن میفرستنش اردوگاه و اسرای جنگی در عراق. داریوش تازه رفته دبیرستان ایران شهر تو تهران. فضای آماده و ملتهب خیلی از دانش آموزا رو میکشه به فعالیت سیاسی. تو گروه‌های دانشجویی دانش آموزی ملی‌گرا فعاله. 1327 میره دانشکده حقوق دانشگاه تهران و بعد میشه عضو گروه مکتب که گروه پانیرانیست بود. سال 29 میشه نماینده دانشجوی دانشگاه تهران. سخنران پرشوریه و سخنرانی های سال 29 تو میدون بهارستان در حمایت از ملی شدن نفت و دکتر محمد مصدق باعث میشه که هم حکومت کاملا بشناستش و هم حزبی ها و فعالان سیاسی. اولین تجربه زندانش در 22 سالگی است، 1329. یک سال بعد با یه عده دیگه از حزب پانیرانیست جدا میشه و حزب ملت ایران رو درست میکنه و به دبیر کلیش انتخاب میشه. سال 30، سال تپش تند قلب جنبش ملی ایران و درگیری های مصدق و محمد رضا شاه پهلوی و راهپیمایی ها و درگیری های مکرر خیابونی. داریوش فروهر تو این جریان خب بسیار فعاله. سال 31 دوباره میفته زندان. بعد 28 مرداد 32 تو درگیری‌های خیابونی با عوامل کودتا زخمی میشه و میبرنش بیمارستان نجمیه تهران و از همونجا فراریش میدن. حزب ملت ایران میره زیر زمین، فعالیت مخفی شروع میشه، شبنامه پخش میکنه با امضای داریوش فروهر، مسئول ستاد پنهانی حزب ملت ایران، و شعار میده که باید در مرکز ماند و جنگید. حکومت برای تحویل دادنش زنده یا مرده جایزه میذاره. سرانجام دی ماه همون سال 32 میگیرنش. یه سال بعد تبعیدش میکنن قشم سال 33 و وقتی برمیگرده تهران همون سال دوباره تو تظاهرات اعتراضی میگیرنش میندازنش زندان. 2 سال زندانه و سال 35 یک آزادی کوتاه مدت و دوباره زندان و سالهای 37 تا 39 بارها زندانی میشه و دوره های آزادیش یکی دو ماهی بیشتر نیست. سال 39 تو زندان بهش به گفته خودش سپه بود هدایت گویا بهش پیغام میده که شاه میگه بیا از ایران برو و ما کاری بهت نداریم.
فروهر نمیپذیره. جبهه ملی دوم همون سال تشکیل میشه و فروهر رو غیاباً به عضویت شورای رهبریش انتخاب میکنه. داریوش فروهر 32 سالش از زندان آزاد میشه و به عنوان نامزد جبهه ملی میخواد تو انتخابات مجلس شرکت کنه که باز میگیرن میزنش زندان. فروردین 40 آزاد میشه و اردیبهشت 40 یه ما بعدش با پروانه اسکندری ازدواج میکنه. درش این رو تذکر دادم که خداوند نجار نیست ولی در تخته رو به هم جوری میکنه. بله شاد باشه دکتر محمد مصدق برای ازدواج پروانه و داریوش فروهر. پروانه اسکندری که بعد از ازدواج میشه پروانه فروهر از فعالای سرشناس دانشجویی بود که شعرها و سرودهاش در مجامع دانشجویی خونده میشد. پروانه فروهر تا همیشه شعر میگفت و شعر نیمایی خوب میگفت. پروانه هم در دانشگاه در اون دوره جوانی و بعد هم در بیرون از حزب ملت ایران حمایت میکنه و در اون حزب فعال میشه. از دو ماه بعد از ازدواجشون پروانه فروهر شاهد به زندان افتادن‌های مکرر داریوشه که در مجموع حدود 15 سال میشه که دو بارش زندان کشیدن‌های 3 سال است. یکی سال 43 در مخالفت با انقلاب سفید میگیرن میزان زندان و یکی سال 49 در مخالفت با جدا شدن بحرین از ایران که خود به تعبیر خودش فروختن بحرین در واقع. دهه 50 داریوش و پروانه فروهر طبیعتا همپای شکلگیری جنبش اجتماعی ضد استبدادی فعالتر میشن. سال 56 داریوش فروهر، کریم سنجابی و شاپور بختیار نامه سرگشادی به محمد رضا شاه پهلوی منتشر میکنن با انتقادهای صریح از اوضاع و هشدار به دورنمای خطرناکی که در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده شده است. نشریات جبهه و آرمان ملت منتشر میشه به سردبیری پروانه فروهر که تا بعد از انقلاب انتشار این نشریات ادامه پیدا میکنه. سال 57 فروهر میشه سخنگوی جبهه ملی. اتحاد نیروهای جبهه ملی اعلام موجودیت میکنه متشکل از سوسیالیست های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران. سنجابی، شاپور بختیار و فروهر از اعضای کمیته مرکزی این اتحادن. بعد البته با نخست وزیر شدن شاپور بختیار او از این تشکیلات که اسمش شده بود جبهه ملی چهارم کنار گذاشته میشه. 26 دی 57 یعنی همون روزی که شاه از ایران میره، داریوش فروهر هم میره پاریس پیش خمینی. جمله‌ای هست که پدرم در همون شب اولی که بعد از اولین دیدارش با آیت الله خمینی، مادرم با کنجکاوی پای تلفن ازش پرسید خب چی؟ او گفته بود آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این جمله است که بسیار تکرار می شد، یعنی از دور در ایران که بودن مثلا می شنیدن که آقای خمینی به هر صورت اون طور است، ولی وقتی از نزدیک دیدن به هر صورت اون این جمله رو از او باقی مونده. ولی در این حال من در کتابم آوردم ساده زیستی آیت الله خمینی در اون دوره برای پدرم بسیار شاید جذاب بود. فکر می کرد که این نوعی از تعهد به مردمه و امید داشت که این تعهد در مسیر انقلاب بتونه راه باز بکنه بر به سوی مردم سالاری. میدونید شما که چرا از دکتر بختیار جدا شدند و کلن راه این دو جدا شد؟ دکتر بختیار خوب شد نخست وزیر، آخر نخست وزیر شاه و آقای فروهر نپذیرفتن اینو و اصلا حتی تقبیح کرده بودن، اینجور گفتن اینقدر سبک این کار که من حتی برخورد انتقادم ازش نمی کنم از دکتر بختیار. نه به هر صورت در اون دوره اختلاف نظر در اون جبهه ملی پدید آمده بود. منتها پدر من انتقادی که داشت این بود که اولا برای پذیرش نخست وزیری دیگه خیلی دیر بود، مذاکراتی شده بود بین جبهه ملی و دستگاه حاکمه از ابتدای شروع فعالیت‌های جبهه ملی که 22 خرداد 1356 بود.
بارها پیشنهاد این که شاه در واقع محدود بکنه قدرت خودش رو یا بسپره قدرت رو به فرزندش و بعد راه رو باز کنه برای تبدیل اون سیستم دیکتاتوری به یک سیستم مردم سالارانه شده بود، منتها در هیچ مرحله‌ای طرف مقابل قبول نکرده بود. حتی وقتی که دکتر سنجابی و پدر من رو در 20 آبان ماه اون سال بازداشت کردند، مذاکراتی شده بود که باز هم هیچ کدوم از شروط اونها رو قبول نکرده بودند. یعنی در واقع شاید پدر من دکتر سنجابی و بسیاری از کسان در درون شورای جبهه ملی نظرشون این بود که بسیار دیره برای پذیرش این نخست وزیری از سوی دکتر بختیار، و ما دیدیم که سرانجام دکتر بختیار نتونست هیچ مقبولیت عمومی پیدا بکنه. بله. در همون ابتدا مردم در مقابلش جبهه گرفتن. ولی نظری که دکتر بختیار درباره آقای خمینی داشت، بله، خب اون مثل این که در عالم سیاست اون روز درست‌تر از آب در آمد تا نظری که بله. پدر شما درباره آقای خمینی داشته. این درسته، واقعیت تلخ این رو ثابت کرد که بهای سنگینی پرداخته شد براش. داریوش فروهر که جزو همراه‌های آقای خمینی بود در هواپیمایی که از پاریس آمده بود ایران، میشه وزیر کار در دولت موقت مهندس بازرگان. کابینه آقای بازرگان در واقع ائتلافی است بین میلیون مذهبی و میلیون سکولار. داریوش فروهر از اعضای مؤثر کابینه است. خب باید فوراً یک کارایی میکرد برای بهبود وضع مردمی که انقلاب کرده بودن. دستمزد کارگر رو سه برابر میشه، صندوق وام کارگری درست میشه، بیمه بیکاری سر و سامون پیدا میکنه و همزمان دولت درگیر مذاکره با احزاب کرد و با به ویژه عزالدین حسینی، ماموستا عزالدین حسینی از رهبران سیاسی و مذهبی کردستان. فروهر رو به عنوان نماینده دولت در امور کردستان میفرسته برای مذاکره به کردستان که خودش داستان مجزایی است و اون مذاکرات با فرمان خمینی به ارتش و سپاه برای لشکرکشی به کردستان در مرداد 58 اصلا نیمه کاره موند و عقیم موند و جنگ سنندج و غیره و اون کشتارها پیش آمد. حکومت داشت به سرعت قوانین اسلامی رو جایگزین قوانین مدنی و جزایی میکرد. جبهه ملی علیه قانون قصاص اعلامیه میده و از مردم میخواد بیان تو خیابون نظرشون رو درباره قانون قصاص بدن. آیت الله خمینی بر نمیتابه، علیه جبهه ملی سخنرانی میکنه. خرداد 58 در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی، تکلیف دیگر ندارید. شما آیان تمام تکلیف ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یک تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدند. در بخش های وسیع از مردم اون روزگار بسیار اثر بخش است و تحریک کننده. من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانستم در جنته اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بهشون هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنند و به طور صریح مردم را دعوت کردند به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را، ولا حول ولا قوت الا بالله.
داریوش فروهر در 31 خرداد 58 از جبهه ملی جدا میشه بعد از این سخنرانی و به همراهش حزب ملت ایران هم میاد بیرون از اون اتحادی که گفتم اسمش شد جبهه ملی چهارم و بهمن 58 در انتخابات ریاست جمهوری نامزد میشه و بر پایه نتیجه‌ای که اعلام میشه بعد از بنی صدر که رأی قاطعی میاره با اختلاف کمی از حبیبی و مدنی چهارمین رأی رو میاره که البته در مجموع چندان بالا نیست رأی این ستای بعدی حدود 500,000 رأی منظورم هر کدام خود داریوش فروهر حدود 500,000 رأی آورده بود فروهر از بنی صدر حمایت میکنه بهش تبریک میگه و بنی صدر که عزل میشه سال 60 فروهر به عنوان کودتا علیه رئیس جمهور منتخب از اون رویداد صحبت میکنه مدتی مخفی است یا باید از ایران خارج میشد یا تن به بازداشت میداد تن به بازداشت داد به خونه مادرش رفت و منتظر نشست تا بگیرنش در واقع در زندان حکم اعدام براش صادر کرده بودند که خود دادستان وقت اون موقع موسوی تبریزی هم در یک مصاحبه این رو بیان کرد بعدها منتها پدر من از اعتراف به هر چیزی در واقع خودداری کرده بود در مقابل بله یعنی در بله به هر صورت هیچ بازجویی پس نداده بود و شاید همین مقاومت بود که به هر صورت دلیلی از زبان خودش برای محکومیتش نتونسته بودند پیدا کنند اگرچه که میگفتند دلایلی اون موقع به هر صورت دلیلی هم نمیخواستند ولی حکم اعدام رو که میبرند برای آیت الله خمینی او میپرسه که چه اعترافاتی کرده وقتی میگند اعتراف نکرده ولی دلایل کافی داریم او میگه که آزادشون کنید دلیل آزادی همبند بودن داریوش فروهر با مصطفی خمینی پسر آیت الله خمینی در حدود 5 ماه قبل از انقلاب اینا با هم دیگه تو زندان بودن و از اونجا خمینی فروهر رو میشناخته و براش احترام خاصی هم قائل بوده فروهر در دوره جنگ ایران و عراق تقریبا ساکته تحلیلش این است که مبارزه علیه حکومت خودی آب با آسیاب دشمن متجاوز میریزه بعد از جنگ البته باز اعلامیه‌هاش و سخنرانی‌هاش و مصاحبه‌هاش با همون لحن تند علیه حکومت شروع میشه چند بار میخوان بکشنش از جمله سال 74 توی کوچه باری که یه طرفه تو تهران تصادف ساختگی درست میکنن که میزنن به ماشینش و میخوان لهش کنن که خب جون سالم به در میبره کوتاه نمیاد گرچه علیه حکومت با بیان صریح انتقاد میکنه اما هیچ وقت هم پشیمون نیست که در انقلاب 57 و در حکومت برآمده از انقلاب فعال بوده. جمع‌بندی کنم من به هیچ وجه از شرکت در انقلاب پشیمانی ندارم و به هنگام هم همه نیروی خودم رو گذاشتم که از به کجراه افتادن انقلاب جلوگیری کنم به همین دلیل مدت‌ها زندگی پنهانی و سپس زندان جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتم با همین صراحت پروانه فروهر میگه که درست همین نقش خودش و همسرش در انقلابه که اونا رو وادار میکنه تا در قبال اوضاع جامعه خودشون رو مسئول بدونن ما هدفمون این بود که مردم به آزادی برسن، به استقلال برسن، به عدالت اجتماعی برسن. متاسفانه اون چیزی که الان اصلا پیدا نمیشه عدالت اجتماعی است چون فاصله بین مردم بسیار 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 زیادتر از گذشته شده. امروز یک گروه هستند که از سیری نمیدونن چه بکنن و گروه عظیمی دچار گرسنگی مفرد. و ما خودمون رو مسئول میدونیم به همین دلیل میکوشیم شاید وضع بهتری بدیم این حرفایی که به ویژه از داریوش فروهر شنیدین همین الان که گفت قبل از پروانه گفت پشیمان نیستم که از نقشی که در انقلاب داشتم و فعالیت که میکردم اینها به این معنی نبود که پس حکومت برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی رو باید به هر قیمت حفظ کرد و به اصطلاح اصلاح طلبی باید پیشه کرد چون میهن ما در یکی از
بدترین زمانهای تاریخ پرفراز و نشیب خودشه و وظیفه ملی هر فرزند این سرزمین خدایی تلاش برای برچیدن بساط یکچه‌تازی سردمداران جمهوری اسلامی و برقراری مردم سالاری به عنوان تنها شیوه درست کشورداری است. یکی از ترفندهای یکچه‌تازان بر کرسی قدرت نشسته در ایران این است که هر از چندگاه یک نمایش انتخاباتی برپا کنند و ظاهر آراسته به فرمان روایی خود بدهند. در چنین وضعی به هیچ وجه نباید فریب خورد، به هیچ وجه نباید قهر سنگین مردم رو نسبت به این سامان یکتازانه ضد ایرانی کم کن، بلکه باید کوشید که این قهر سنگین اما خاموش به یک پرخاش و خروش همگانی بدل بشه و دشمنی رو که همه چیز ایران رو به بازی گرفته باز پس زد. بله، این از پیام‌های داریوش فروهر بود حدود یک سال قبل از کشته شدنش که از طریق رادیو آزادگان منتشر شده. یکم آذر 77 پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر در آلمانه. روز یک شنبه بود. من معمولا یک شنبه ها منتظر تلفن پدر و مادرم بودم که زنگ می‌زدن تا با من و دو پسرم حرف بزنن. اون روز عصر شد و غروب، ولی هنوز تلفنی نشده بود تا سرانجام خبرنگاری تلفن کرد و پرسید که من بار آخر کی با پدر و مادرم تماس داشتم. سوال نگران کننده بود برای من. خبرنگار آلمانی یا؟ نه خیر، خبرنگار بی بی سی بود. بعد هرچه که من پرسیدم که چرا چنین پرسشی میکنید، نتونست به من بگه، فقط گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده. من بلافاصله شروع کردم به تلفن کردن به خونمون، فکس فرستادم که بی پاسخ موندن. بعد تلفن کردم به یک دوست نزدیک پدر و مادرم در پاریس، پای تلفن گریه میکرد. من پرسیدم که چه خبر؟ و او راستش اول ذهنم هم تنها به سوی پدرم رفت. فکر میکردم که اگر خطری باشه بیشتر برای اوست. گفتم حمله شده به خونمون. گفت که تمام شده. و بعد پرسیدم پدرم رو کشتند؟ گفت تنها پدرت نبود. نتیجه پیگیری جدی پرونده توسط پروانه فروهر و به قول پروانه فروهر توسط بسیاری از مردم و وکیل این پرونده دکتر زرافشان که به خاطر قبول وکالت پرونده چنین و پرونده های چنین سالها زندانی کشید چه بود؟ از سوی مردم عادی نشانه رفت و این دقیقا ناممکن کرد برای اونها تکرار اون توجیهات قبلی رو که در مورد قتل‌های سیاسی انجام میدادند و میگفتند تصادف بوده یا سکته قلبی بوده یا به هر صورت. شما پرونده رو دنبال کردین و اینطور که آقای سعید امامی در اعترافاتش که بعداً در آمد و خوندیم میگوید دوری نجف آبادی دستور این قتل رو داده بوده. بله. حالا یا فتوا هم مال اون بوده، میتونه فتوا بده یا نه. شما به چه نتیجه رسیدین اصولا؟
ببینید در پیگیری این پرونده ما حد اکثر تلاشمون رو کردیم، جامعه هم همینطور، یعنی بسیاری اعتراض کردند و پیگیری کردند، ولی سرانجام دستگاه قضایی در واقع یک نمایشی روی صحنه آورد. عده‌ای مأمور اجرای حکم رو به میز محاکمه کشید، ولی دستور دهندگان و بافت سازمانی و بستر فکری که چنین جنایت‌هایی رو ممکن کرده بود از درون سیستم دست نخورده باقی گذاشت. از جمله وزیر وقت اطلاعات آقای دوری نجف آبادی که من خودم در پرونده از زبان متهمین خوندم که او دستور این قتل ها رو داده بود، رأی براءت گرفت، چون سه بار قسم خورده بود که چنین نکرده، در چند صفحه کوتاه توضیح داده بود که ربطی به او نداره، و در واقع اونطور که ناصر زرافشان همواره میگفت این پرونده در تبانی بین متهم و بازجو سرهمبندی شد و گفتم عده‌ای مأمور اجرای حکم رو به محاکمه کشیدند، ولی دستور دهندگان و اون بافت سازمانی پشت این قتل ها به هیچ وجه افشا نشد. شما دیگه دنبال نکردید پرونده رو؟ در پرونده واقع قادر نیستید دنبال بکنید؟ پرونده مختومه اعلام شد، منتها ما امیدوار هستیم که این پرونده در اذهان عمومی مانند دادرسی به بسیاری از جنایت‌های سیاسی که در طی سال‌ها انجام شده و زخم‌های عمیقی به جا گذاشته بر جامعه ایران در اذهان عمومی باز بمونه و خواست دادخواهی و پاسخگو کردن حکومت برای چنین جنایت‌هایی به خواست عمومی تبدیل بشه، و به هر صورت ما تلاشمون رو در این راستا میکنیم. قاتلان مهرداد عالی‌خانی، ابوالفضل مسلمی، علی صفایی پور، حسین اثناعشر، مصطفی هاشمی، محمود جعفرزاده، علی محسنی و فلاح. این اسما دست کم بعضی هاشون مستعارن، ولی چون یه تعدادشون تو ترورهای دیگه هم بودن، مثل ماجرای اتوبوس ارمنستان که بهش خواهیم پرداخت امشب، اسم واقعیشون ظاهراً لو رفته، مثل مصطفی کاظمی که توی این اسمایی که براتون خوندم مصطفی هاشمی اومده. این فهرستی است که قاضی عقیقی نامی گذاشته تو پرونده قتل فروهرها. بعد از انتشار خبر قتل داروش و پروانه فروهر، رسانه‌های حکومت نوشتن مجاهدین خلق و استکبار و صهیونیست ها و اینها قاتلانند. یادداشت کیهان وابسته به دفتر رهبری، سه هفته بعد از قتل، فردی، یعنی فروهر، فردی که تمام اهتمام خود را در رسانه‌های صهیونیستی و امپریالیستی مصروف تضعیف نظام اسلامی کرد، عاقبت امر مزد سالها خوشخدمتی خود به آنها را اینچنین دریافت کرد. خیلی از رسانه‌ها در واقع با همین مضمون نوشته بودند، رسانه‌های حکومت، اما رسالت وابسته به بازار و مختلفه. پنج روز بعد از اینکه این به نزدیک یه ماه بعد از قتل، بعد از اینکه کیهان اینا رو نوشته بود، نوشت هنگامی که برای تعویض پست ها و عزل بعضی از مدیران دستگاه اطلاعاتی را تحت فشار قرار میدهند تا بعضا افراد بی تجربه را جایگزین افراد آگاه و مجرب نمایند، غیر از این هم نباید انتظار داشت. میگم که در واقع لو میده قضیه رو. یعنی اگه سعید امامی رو ور نمی داشتن که به قول رسالت با تجربه بود، و به جاش مصطفی کاظمی بی تجربه رو مثلا نمیذاشتن، قضیه لو نمی رفت. همونطور که تا قبل از پاییز 77 اینطوری لو نرفته بود قضیه. و اما روشنه که اینا فقط بیان اختلاف جناح‌های اصلاح طلب و تندرو حکومت به اصطلاح. سعید امامی یار غار فلاحیان بود و به اصطلاح از تندروها. محمد خاتمی که میشه رئیس جمهور، فلاحیان رو بر میداره، به جاش دوری نجف آبادی رو میذاره وزیر اطلاعات، با معاونت مصطفی کاظمی به جای سعید امامی هم موافقت میکنه. عکس مصطفی کاظمی میبینیم در همون دوران. مصطفی کاظمی و سعید امامی هر دو در قطعهای سیاسی حضور داشتن، یعنی ربطی نداشت که پشت کدومشون اصلاح طلبا بودن، پشت کدومشون تندروها. تو تیم ترور از هر دو جناح بودن، کما اینکه الان هم میبینیم آدمایی مثل اکبر خوشکوشک،
مسئول گروه ضربت و چاقوکش اصلی خیلی از قطعات سیاسی دهه 70 مال مسئول گروه ضربت وزارت اطلاعات بوده. تو ستاد میرحسین موسوی رفت آمد داشت و تو خط به پدرش هم بیشتر اصلاح طلبها بودن از جمله مهدی کروبی. گروه خودسر وزارت اطلاعات بنا به گفته خود اطلاعاتی ها معنی نداره. فقط توجه کنیم به این سخن علی فلاحیان که در سیمای جمهوری اسلامی میگه تصمیمات همه در هیئت دولت تصویب میشد. همه ماموریت های وزارت اطلاعات اینا باید مصوبه دولت باشه، میگن شما تو این بخش باید کار کنید. یعنی رفت مصوبه دولت میشه. بله، اون وقتی که اون هدف رو به ما میدن، اون موضوعات رو به ما میدن، به تناسب اون ما باید از ابزارهای مناسب استفاده کنیم. ممکنه الان باشه خیلی چیزا اصلا کار نشه، چون اصلا موضوعیت نداره. بله، به گفته آقای فلاحیان اون موقع موضوعیت داشته. مدیر اجرایش هم سعید امامی و بعد مصطفی کاظمی به عنوان معاونان امنیت وزارت اطلاعات بودن. نظر صریحتون درباره سعید امامی چیه؟ از مدیران شما بود؟ بله. نظرتون چیه در موردش؟ والا در زمان ما مدیر موفق خوبی بود. حالا بعدها در این پرونده قتل زنجیره‌ای متهم شد که او دست داشت، ولی اون وقت مسئولیتی نداشت در وزارت اطلاعات. اون وقت منظورتون تو زمان وقتی که این اتفاق افتاد قتل زنجیره، همچون من نبودم، چون زمان من این اتفاق نیفتاد، یک سال و نیم بعد اتفاق افتاد. درست میگه. پاییز 77 وزیر اطلاعات دوری نجف آبادی بود، ولی قبلش دوره وزارت آقای فلاحیان و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی قتل دست کم این کسا در داخل، سعیدی سیرجانی بود و سید احمد خمینی بود و چند قتل سیاسی دیگه و ماجرای اتوبوس ارمنستان. اینها دلیلشون این بود که کسانی که علیه اسلام، علیه دین، علیه خدا، علیه پیغمبر می شود که حرف زدن، اظهاراتی داشتن، حتی معتقد بودن که حکمم دارن، اومدن بدون اینکه سازمان مربوطه یا دستگاه قضایی در زمان خاص خودش تصمیم بگیره، اومدن یه اقدام خودسرانه کرد. یکی از کسایی که حکم ازش داشتن همین آقای فلاحیان بود که در اعترافات سعید امامی و اسناد دیگر هم آمده. حالا جمعه آینده ما به تروریست ها و قاتلان میپردازیم، اونایی که این قتل ها رو کردن یا دستور این قتل ها رو دادن، امروز کجان و چه میکنن. ولی برنامه تموم نشده، بذارین این بخش رو همینجا تموم میکنیم. میخوایم امشب به ماجرای اتوبوس ارمنستان هم بپردازیم.